اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 24 آبان 92. نمایش مسخره مأمور نیروی قدس برای مقابله با خشم و انزجار جهانی از حمله به اشرف. اعزام 6 مأمور نیروی قدس و اطلاعات آخوندی به عراق در ارتباط با موضوع گروگانها و حمله به اشرف. سفارت رژیم آخوندی در بغداد و نخست وزیری عراق با براه انداختن یک نمایش مسخره تحت عنوان عراق جدید و جنایت‌های سازمان تروریستی خلق توسط ناف ایسا، یک مأمور شناخته شده نیروی تروریستی قدس، در روز شنبه 16 نوامبر در صددند تا خشم و انزجار بین المللی نسبت به حمله و اعدام دست جمعی و آدم ربایی در اشرف مقابله کنند. قرار است این نمایش نفرت انگیز در قسمتی از دانشگاه بغداد که تحت نفوذ قم قرار دارد به اجرا درآید. طبق سناریو مجاهدین بار دیگر متهم به کشتن اعضای خودشان و همچنین مردم عراق و مردم ایران می شوند و حمله ده شهریور به اشرف هم باید یک درگیری درون گروهی وانمود شود. مزدور ناف ایسا اینان با همان شکلک های بعد از کشتارهای 6 و 7 مرداد 88 و 19 فروردین سال 90 مایستی مدعی کشف گورهای جمعی در اشرف و اعدامهای درون گروهی مجاهدین شود. شماری از نویسندگان و خبرنگاران و روشنفکران عراقی که دعوتنامه این شوی نفرت انگیز را دریافت کرده اند آن را پس فرستاده و شرکت در آن را رد کردند. همزمان بنابرای گزارش های رسیده از درون رژیم آخوندی، روز چهارشنبه 22 آبان 6 مأمور و مزدور آخوندها از جانب نیروی قدس و اطلاعات آخوندی در ارتباط با حمله به اشرف و موضوع گروگانها وارد عراق شدند تا با صحنه سازی های گوناگون به خونسا کردن اعتراضات و انتقادات شدیدی که مالکی در سفر به آمریکا به خاطر جنایت علیه بشریت در اشرف با آن مواجه بود مبادرت کنند. رژیم آخوندی و حکومت عراق با این اقدامات مبتذل، همچنان که با تحقیقات فرمایشی مالکی درباره حمله به اشرف، قویاً نیازمند توجیه جنایت بزرگ علیه بشریت هستند. اطلاعیه شماره 86 دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اول نوامبر 2013 فاش کرد که نتیجه به اصطلاح تحقیقات کمیته تحقیق مالکی که او با خود به آمریکا برد مملو از دروغ‌های گوبلزی است. در این تحقیقات 7 گروگان و 42 مجاهد نجات یافته در اشرف عاملان کشتار معرفی می‌شوند. در یک اقدام مشابه در 3 ژوئن 2011 وزارت دفاع عراق 4 مأمور اطلاعات آخوندی را تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین به صحنه آورد تا جنایت ضد بشری 8 آوریل علیه مجاهدین را توجیه کند. محمد العسکری، سخنگوی مالکی در وزارت دفاع و از مسئولان جنایت 8 آوریل، در یک دروغ ابلهانه گفت بسیاری از ساکنان اشرف توسط رهبری کمپ با زور و تهدید نگه داشته شده اند. 58 عضو مجاهدین فرار کرده اند که اکثر آنها از رهبران هستند. مزدور ناف ایسا که در سالهای گذشته بارها به دستور رژیم ایران همراه با شبه نظامیان تحت امر مالکی به حمله و تعرض علیه اشرف دست زده است، همچنان که در اطلاعیه 12 دی 1389 دبیرخانه شورا فاش شده است، از سال 1385 به استخدام نیروی قدس در آمده و همسال چند بار برای توجیه و دریافت پول به ایران سفر می کند. رابطه او در سفارت رژیم در بغداد، ناصری و علیرضا نوبخت ماموران اطلاعات و نیروی قدس هستند. رژیم آخوندی در سال 2010 چندین طرح توسط ناف ایسا علیه اشرف به اجرا درآورده که هزینه آنها بالغ بر 600 هزار دلار شده است.